سلام، به کانال نیایش خوش اومدین. در برنامه امروز به عواملی که باعث آسان شدن مرگ می شود اشاره می کنیم. ممنون که امروز هم به کانال نیایش سر زدین و با لایک و سابسکرایب کردن از ما حمایت می کنید. فراموش نکنید در صورتی که اون زنگوله رو فشار بدین می تونید روزهای بعدی هم در جریان برنامه هامون قرار بگیرید. در روایات اهل بیت علیه السلام هم به عواملی اشاره شده که باعث آسان شدن مرگ، راحت از دنیا رفتن و سختی نکشیدن فرد می شود و هم عواملی که باعث می شود فرد با سلامت از دنیا برود. این دو نکته است. اینکه هم انسان راحت از این عالم به عالم دیگر منتقل شده و سختی نکشد و هم با سلامت رفته و دچار وسوسه هایی که شیطان در لحظه آخر انسان را دچار می کند و تیرهای آخر را به سمت او پرتاب می کند نشود. تردیدی نیست که اگر من به خداوند و آخرت ایمان داشته باشم و سیم اتصال من به خدا وصل باشد، زمانی که می خواهند من را به سمت خدا منتقل کنند وحشت نمی کنم. چرا که من را به سمت دشمن نمی برند، بلکه به سمت دوست می برند. در روایت زیبایی است که حضرت عزرائیل علیه السلام بر ابراهیم خلیل الله وارد شد. حضرت ابراهیم علیه السلام وقتی او را دید پرسید: آیا تو الان من را دعوت می کنی که به اختیار آن طرف بیایم؟ یا زمان اختیار گذشته و خواهی نخواهی باید بروم؟ حضرت عزرائیل علیه السلام گفت: نه به اختیار خود شما است که بیایید یا نیایید. حضرت ابراهیم چیزی گفت که حضرت عزرائیل را به فکر فرو برد. خدا دوست و خلیل من است. آیا دیده ای که یک دوستی مرگ را به دوست خود هدیه بدهد؟ حضرت عزرائیل درمانده شد. از خداوند متعال خطاب به حضرت عزرائیل رسید که به او بگو: آیا دیده ای که دوستی از دیدار دوست خود بدش بیاید؟ تو به طرف دوست خود می آیی و دوست مشتاق دیدن دوست است. اگر بخواهیم این نگاه را به مرگ داشته باشیم، مستلزم این است که ایمان داشته باشیم. در این صورت چقدر این لحظه برای فرد زیبا خواهد بود؟ در آیه 27 سوره ابراهیم آمده است که خداوند مؤمنین و افراد با ایمان را نگاه می دارد و در دنیا و آخرت آنها را تثبیت می کند. در روایتی داریم که دو شاخه گل بسیار معطر از حرم الهی برای او آورده می شود. بوی یکی از آنها به گونه ای است که فرد خانواده و اموال خود را فراموش می کند تا سختی نکشد. و بوی دیگری از نسیم رحمت الهی آنچنان حالتی در او ایجاد می کند که سخاوتمندانه جان خود را بدهد. اینها همه برای مؤمن است. بنابراین اصلی ترین شرط برای راحت مردن ایمان است. البته اگر می خواهیم ایمان در لحظه مرگ و پس از آن در مراحل ابدیت حافظ ما باشد، باید در دنیا حافظ ایمان خود باشیم. ما حافظ ایمان خود باشیم تا ایمان در سختی ها حافظ ما باشد. بعضی از افراد هستند که از ایمان و اعتقاد خود محافظت ندارد. چه بسا که اعتقادات آنها لغزنده و سست است. در روایتی داریم که اعتقادات و ایمان بعضی از افراد آریه‌ای است. از این دست می گیرند و از آن دست می دهند. مثلا تا یک مقدار وضع مالی جا به جا می شود، حقوق کم و زیاد می شود و فشار زندگی وارد می شود، چه بسا افراد خدا را به ظلم متهم می کنند. اینها خطرناک است. باید ایمانها را تثبیت کرده و نگاه داشت. تثبیت ایمان و اعتقاد هم فقط با خواندن کتاب و یا رفتن به کلاس عقیدتی نیست. اینها خوب است و می تواند عقل را قانع کند. اما دل انسان نیز باید قانع شود. باید قلب انسان باور کند و ایمان در قلب رسوخ کند. باور قلب با عمل به دست می آید.
هرچقدر ما عمل خود را طبق وظایف و دستورات دینی انجام دهیم، مانند چکشی که بر میخ می رود و فرو می رود، باعث تثبیت اعتقادات در قلب و باور آنها می شود. این آیه قرآن است: اگر می خواهید به یقین و باور قلبی برسید، عبودیت و بندگی انجام دهید. عمل صالح هم حافظ و تثبیت کننده ایمان و هم ارتقا دهنده آن است. هم ایمان عمل صالح را خالص‌تر می کند و هم برعکس. هر گناه و معصیت بندهای ایمان و اعتقادات را شل و پاره می کند. چه بسا بعد از مدتی اگر انسان دچار معاصی و آلودگی ها شود و توبه نکرده و باز نگردد، از درون خالی می شود. و در این صورت شاید در حادثه های سنگین مانند لحظه مرگ نتواند ایمان خود را حفظ کند. ولایت اهل بیت علیه السلام جدای از توحید نیست. ولایت اهل بیت یک دستگاهی جدای از ولایت و سرپرستی خداوند عالم نیست. لطف اهل بیت علیه السلام در همه جا به محبین آنها می رسد. هم در دنیا، هم در مرگ و هم بعد از آن در برزخ و قیامت و در همه عوالم. در هیچ عالمی از عوالم نیست که ما بی نیاز از اهل بیت باشیم. در هیچ عالمی از عوالم نیست که دست اهل بیت کوتاه و بسته باشد. در زیارت جامعه کبیره می خوانیم که اهل بیت رحمت موصوله خدا هستند. رحمت موصوله یعنی قطع نمی شود و دائم متصل است. ممکن است سوال کنید که ما روایاتی داریم که می فرماید شفاعت ما اهل بیت علیه السلام در برزخ به شما نمی رسد. آن روایات باید در جای خود معنا شود. یا مقصود این روایات این است که قیامت مراحل بسیار سختی دارد که شفاعت اصلی ما آنجا بروز می‌کند. اینجا شفاعت ما است، اما شفاعت اصلی نیست. لذا شفاعت و دستگیری در برزخ هم که در آخر زیارت عاشورا می‌گوییم اللهم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود، یعنی از همان لحظه ورود به عالم آخرت شفاعت می خواهد. پس شفاعت وجود دارد، اما آن شفاعت اصلی مربوط به قیامت است. یا به این دلیل است که اسم لطفهایی که اهل بیت علیه السلام در برزخ می کنند شفاعت نیست. صله رحم به خصوص نسبت به والدین. در روایت است که خداوند متعال فرمود: من از 100 جزء محبت و رحمت خود یک جزء آن را در عالم دنیا فرستادم که این محبت ها بین پدر و مادر و فرزند و برادر و خواهر و فامیل درست شده است. بقیه آن را آن طرف می‌بینید. اگر رحم یک خاندان و یک خانواده که بین آنها محبت است، این محبت را نسبت به هم قطع کنند، یعنی در واقع رحمت خدا را قطع کردند. وقتی رحمت خدا را قطع کردید، طبیعتاً در مرگ سختی می‌بینید. اما اگر کسی صله رحم کرد، در حال جذب رحمت خداست. بنابراین شما قدر رحمت خدا را خصوصاً نسبت به والدین دانسته اید. مرگ را آسان می‌کند. آن فردی که به مادر خود جفا کرده بود، حتی نتوانست تلقین پیامبر را جواب دهد تا زمانی که مادر او راضی شد و او را بخشید. همچنین یکی دیگر از چیزهایی که خیلی توصیه شده است، تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها بعد از نمازهای واجب است.